السلام عليكم. بفرما بزرگوار. آیا الله یاری. یلا بفرما. این نکته که شما فرمودید ما داخل ایران صحبت حتی حق علما را هم گوش نکنیم، این فقط از یک انسان ترسو نادان برمیاد این صحبت. من صحبت حق با انسان باید گوش کنه. شما فکر می‌کنید زینت دینی که دارین صحبت حق از علمای باطل حتی حرف حق را نپذیرید. حرف حق را هم از اونها، این مطلب در احادیث و روایات آمده، از علمای باطل حتی حرف حق را از اونها نپذیرید، حرف حق را از اهل بیت علیهم السلام و از علمای خوب بگیرید. این ربط به ترس نداره، ربط به ترس و وحشت نداره که من ترسیدم، ربط به ترس نداره. این مطلب در احادیث اهل بیت علیهم السلام، بله من در احادیث دیدم این مطلب را، این مطلب اصلا روایت داره. سلام و عافیت بده. این جماعت دجالی اینقدر ناراحتن از این که شیعیان اظهار خوشحالی بکنن، حتی در خفا حالا علنا نکنن، در خفا هم بکنن اینا ناراحت میشن. بله. اما این که آدم از علماء سو هیچ چیز را قبول نکنه، این در کلام امام عسکری علیه السلام آمده. من الان اینو براتون نشان میدم. این کلام بحار الانوار مجلد دوم، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار عليهم السلام تبع دار احياء التراث العربي، بل در مجلد دوم صفحه 86 حدیث امام حسن عسکری علیه السلام، حدیث طولانی هست، در صفحه 88 همین حدیث ادامه شد. فمن اینجا وكذلك عوام امتنا اذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدنيا على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه، بلي وإن كان للإصلاح أمر محقا والترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له، وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا، فمن قلد من عوام علمائنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ضمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما بله اینجا یک بله فاما من كان من الفقهاء صائنا للنفس حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه، وذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. فاما من ركب من القباح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا، فلا تقبلوا منهم عنا شيئا. علماء شیعه که مانند علمای عمریه بشوند، بله، و عقایدشان باطل بشود، عملشان باطل بشود، از اونها هیچ چیزی از ما قبول نکنید. فلا تقبلوا منهم عنا شیئا، هیچ چیزی را گفتن از ما نقل کردن شما قبول نکنید از ما، از اونها. ولا کرامت. بله این را در کلام امام، و این مطلب در خیلی از احادیث دیگر هم آمده. خط مخالف